آقا همین که ما رسیدیم به رنک دو و سه تا رد پلیر پیک بهمون داد، یکی از داغون ترین تیم آف دی ویک های تاریخ فیفا رو داریم که فکر کنم گرون ترین بازیکنش سیکه. سلام بچه جنگل، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امیدوارم خوب و خوشحال باشید. همونجور که گفتم بالاخره تو فوت چمپیونز تونستیم برسیم رنک دو و سه تا پلیر پیک بهمون داد. یه 100 کی داریم و یه 45 کی پک. نسبت به هفته پیش خیلی بهتر شده بازیم و اینکه تیممون هم بهتره خودش خیلی تاثیر داشته. این تیمی بود که بچه ها باش رسیدیم رنک دو. اوپامکانو رو آوردم تو به جای گواردیول. احساس کنم اوپامکانو باز یه خورده بهتر از گواردیوله. هم لوریس رو امتحان کردم هم آرولا. احساس کنم چون قد آرولا یه خورده بزرگتره بهتر بلام عمل کرد، سیوی بیشتری در مقابل حریفان داشت و وقتی هم در مقابل خودم بود خیلی سیو میکرد. بازیکنی که زیاد ازش راضی نبودم کومن بود، زیاد کار خاصی نمیکرد، همینجور به عنوان لف میدم، فقط ران انجام میداد و پاس میداد، برای بقیه اسیست انجام میداد. میبینید آمارش هم زیاد خوب نیست، 37-5-6. بهترین بازیکنمون بن یدر بود که 37 بازی 42 گل 14 تا اسیست. البته خب همه بازیاش از بود چمس آخر نیست، رایوالز هم بوده. گورتسکا و دیانگ خیلی خوب بودن. دیانگ از گورتسکا باز به نظرم بهتره چون که اجیلیتی و دریبلینگش خیلی بهتره، دفاعش هم واقعا خوبه. دفاعمونم کارمونو خیلی خوب راه انداخت. این دیویس با وجود اینکه لو دیفنسیو داره ولی خیلی خوب عمل کرد برامون، اصلا هیچ کس نمیتونست ازش رد شه. احساس میکنم جای بعدی که بخوایم ارتقا بدیم گومز و اوپامکانو و آرولا رو عوض کنیم و کومان هم عوض کنیم. میدونیم چجور میتونیم تیم رو بهتر کنیم. و بچه قبل از اینکه بریم باز کنیم پکارو پلیر پیکا رو انجام بدیم، زیاد بازیکن خوبی نداره، حداقل بده برای ریتینگ اس پی سی ها خیلی خوب میشه. 5 تا بازیکنم میده، 3 تا داریم 5 تا. اولین باره که توی فیفا من 5 تایی باز میکنم. خب به نظرم کیو برداریم بچه ها؟ دوارز رو برمیدارم چون که برای تیمای لالیگایی فرندلی و اینا به نظرم بهتر. کراماریچه 74 تا سرعت داره، کراماریچه زیاد خوشم نمیادش. خب پلیر پیک بعدی بکنم بهترین بازیکنش چیز باشه، فرمینو باشه. کاش که اون یارو رو برداشته بودم، اب نداره. لابورده رو برمیداریم که ریتینگش همشون بالاتره. آخری اگه فرمینو بهمون بده عالی میشه. فرمینو هم سی که یا او مای گاد، دو تا بازیکن خیلی خوب. حالا کدومشون رو برداریم بچه ها؟ بذار من یه نگاه به قیمت هاشون بندازم. بچه ها معلوم نیست ای ای داره با بازار چی کار میکنه. نبری 20 که یه، اندومبله 15 که یه. خیلی جالبه. به نظرم رسید ایلیسیچ هم خوب میتونه باشه، 5 ستار اسکیل داره ولی سرعت 78ش یه خورده تو چشم میزنه. به نظرم نبری رو بر بداریم برای تیم، مثلا یه سوپر ساب دقیقه 70 به عنوان استرایکر میتونیم بیاریمش تو. حالا سرعتش اونقدر برای وینگ خوب نیست ولی برای استرایکر پوزیشن میتونه تعویضی خوبی باشه. همونطور که گفتم زیاد تیم آف دی ویک خوبی نبود، غیر از فرمینو فکر کنم همین نبری بهترین بازیکن بود که بهمون داد. شانسمون خوب بود تو رد پلیر پیکا. بریم سراغ پکا ببینیم پکا چی بهمون میدن. و بچه این پکایی که داریم بهترینش جامبوره و مگا پک، یه مشت پریمیوم داریم. این تیم آف دی ویک پکا من این هفته بازم کنم، میزنم برای هفته دیگه که صلاح احتمالا تو تیم آف دی ویک، هرچی باشه از تیم آف دی ویک الانیه خیلی بهتره. چیز خوبی بدم اولینش فیلیپه 84 بود، بد نیست.
Tourer Players de bas کنیم. کار از یه SPC بوداریم. برده دوباره. چیز. کی؟ لمار. پس هم میگم فکیر. Premium Gold Players. پک نفکم 25K ای هن. ها؟ یا 15. نمیدونم. خب برده. کیه؟ جو گومز؟ اه. کاش جو گومز بود. مگوایر. بروز منچستر سوراخ شد بنده خدا. ببین به حال طرفداراش سوخت. خب داریم پکای بهتر نزدیک میشیم. این پرایم میکس رو باز کنیم ببینیم چی بهمون میده. میکس تا معمولا چیز خوبی میداد فیفای قبلی. دوباره انگلیسی. بودن. بودن هنوز گرونه یا اومد پایین. اینجوری که بازار پیش میره کنم فودن الان سکه یه همون حد چارکه یه. اصلا بازار امسال داغونه ها داغون. پریمیوم گولد پلیرز انقدری که بازار داغونه باور کن تا دو ماه دیگه نیمار میشه 50K، مسی میشه 25K. اصلا خیلی وضع خرابه. نمیدونم برنامه ای ای چیه که یه خورده ثابت نگه داره بازارو. خب داریم به پکای خوب نزدیک میشیم. این رر الکتروم که یه دونه 82 به بالا گارانتی داره باز کنیم. اول آن تریدبلش رو باز کنیم ببینیم چی میده بهمون. یه هیرو کاردی بهمون بده ولی میشه برده. ولی کیه این؟ آها آه اون چیز هست. گلاشی. گلاشی فکرم 6K 5K. هر پک اوپنینگ یه سانچز به من میده. نمیدونم برنامهش چیه. هر پک اوپنینگ یه سانچز دارم من. کاش حداقل یه قیمتی داشت. ریل الکتروم بعدی رو باز کنیم. این یکی تریدبله. یه چیز خوب بده. 30K 40K حداقل در بیاد. برده باز انگلیس. 84 83. زیاد خوب نبود. یه مندی باشه پشتش تو رو خدا. هرناندز بود. لفت بک فرانسوی ولی مندی نیست. خب داریم به تهش نزدیک میشیم. دو تا مگا پک داریم و یه دونه جامبورر. یه دونه 100K. مگا پک آن تریدبل رو باز کنیم. بابا همه دارن چیز خوب میگیرن غیر من. چرا؟ چه وضع زندگیه؟ برده دوباره سوارز؟ نه گودین. نه گودین هم نیست که. واتس کوتس کوتس. مگا پک بعدی این یکی حتی گارانتی هم نداره. 18 تا ریر توشه. یه چیز داغون به هم بده. ای چیز داغون بده. کیه این 84؟ همون چیزی که خواستم به هم داد. اگه اینجوری ازش خواهش کنی بعد احساساتت صدمه نمیبینه. همون چیز داغونه رو بهت میده. ناراحت هم نمیشی. او یه هانتر حداقل توشه. با بچه ها دوباره رسیدیم به جامبورر پک. پک صدکایی. دوباره شرط بندی کنیم. اگر بازیکن زیر 50K بود شما باید سابسکرایب کنید ویدیو رو لایک کنید. اگر بالای 50K بود نمیخواید چی کاری کنید. ببینیم شرط کی میبره. دفعه پیش که خیلی داغون بود من بردم. ببینیم این دفعه با جامبورر بعدی چی بهمون میده. تریدبل هم هست تازه. من دلم میخواد ببازم ولی از یه طرفی هم شرط بندی ها رو نباختم تا حالا. شرط بندی یک از یکم. بریم 3 2 1. جامبورر پلیرز همه چیز خوب پک میکنن. او واکاوت اسپانیا معمولا واکاوت خوب نداره. بوسکتس. بوسکتس 86. تا الان که زیر 50K بوده. باید ببینیم پشتش کیه. باید ببینیم پشتش کیه. اگه یه مندی مثلا پشتش باشه ارزشش میره بالا. او یه فاتی هست. مندی پشتش نیست. آنسو فاتی چند کیه؟ 13K. پسر تو فیفا 21 اگه بود الان این حداقل 60-70K بود.
چجوری اینقدر داغونن اینا؟ بچه دوباره گویم من پیروز شدم و بازیکن بالای 50K هم حتی نداد بهمون. گفتم بهتون من دوست دارم ببازم توی شرط بندی، ولی خب چیکار، شانسم همینه که ازم برمیاد. و در بوسکتس برای اسپیسی ها به درد میخوره، ولی نگاه کن بازیکن 86 هم هنوز 5-6K هست. اصلا مارکت مرده ها، مارکت مرده. خب یه پریمیوم تیم اف دوی که بچه همونجا که گفتم نگه میداریم برای هفته بعدی که دو تا ارزش داشته باشیم، ببینیم محمد صلاح رو میتونیم پک کنیم اگه ای ای بهش تیم اف دوی بده، البته نامردی نکنه، ببینیم میتونیم پکش کنیم هفته دیگه یا نه. یه چیزی هم که یکی از بچه ها ازم خواسته بود بهش نشون بدم، تاکتیکای بود چمپیونز هم بود با چه تاکتیکایی بازی میکنم. معمولاً با 80-70% بازی رو با 4-4-2 میرم، من که بخوام یه تغییراتی بدم توی اتک و اینها، 55 دپت، 40-45 ویس بالانس برای دیفنسیف، بیلد اپ پلی اگه عقب باشم فست بیلد اپ میذارم، وگرنه بالانس و چانس کریشن هم دایرکت پاسینگ ویس و پلیرز این دی باکس هم همینجور نرماله. اینستراکشن هم get in behind برای استرایکر ها، come back on defense برای left mid و right mid، برای CDM هم stay back cover center، stay back cover center، برای left back و right back هم stay back و overlap. اون یکی پلنی هم که استفاده میکنم 4-2-3-1، دوباره بالانس تقریبا همه چی، و instruction ها هم get in behind برای استرایکر، کات پاسینگ لنگ، استی بک و کاور سنتر برای سی دی ام، و استی بک هم برای رایت بک و لفت بک. برای دفاع کردن هم این 4-4-2 رو استفاده میکنم، 40 تا دپت، 2 تا پلیرز این دی باکس، بقیه چیزا هم بالانس. اینستراکشن هم مثل همون 4-4-2 اتک، ولی برای استرایکر ها get in behind نذاشتم و سی دی ام و رایت بک و لفت بک هم همونه که هست. بچه داشتم فکر میکردم که اونجایی که تیم نیاز به آپگرید داره توی دفاع، و یه همچین ترکیبی خیلی میتونه مشکل باشه. دفاعمون واقعا خیلی قوی میشه، دو تا بازیکن فقط، 3 تا. البته استرلینگ که همون موقع هم روی هفکم بود، بن یدر و گورسکا میفتن رو هشکم که به نظرم اوکیه، قشنگ کارمون رو را میندازه. یه بازیکن جدید هم امتحان میکنیم، دنجوما توی اتک در مقابل من که خوب عمل کرده، حالا باید ببینیم که چجوری هست. اگه کار کومن رو انجام بده راضی هستم، بیشتر فقط برای لینکش آوردم. نظرتون رو در مورد این تیم بچه ها بگید، اگر به نظرتون میتونیم جای دیگه رو بهتر کنیم حتما به هم بگید، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. مثل همیشه یادتون نره سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. دمتون گرم که تا اینجا تماشا کردید، امیدوارم شما چیزای خیلی خیلی خوبی پک کنید، شانستون مثل من نباشه و فیفا به دلتون بچسبه. من از گیم پلی دارم لذت میبرم، هر از گاهی یه ذره لگ میزنیم، ولی به خاطر اینترنت ایران کارش نمیشه کرد. به هر حال مواظبت کنید از خودتون، من توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. بای.